شما نگاه کنید اون پیراهن سفید اون طرف در تهامیه و در چه موقعیتیه که اگه توپ یه فریم توپ که زیر پای خداداد بوده، حالا چون خداداد گل زده نمیشه بهش ایراد گرفت که چرا مثلا پاس ندی، اما میخوام دخالت این آدمو که تمام طول زمین رو دویده، بازی بدون توپ زیبایی رو انجام داده و خودشو در موقعیتی قرار داده که میتوانسته. به نظر من معجزه بود. شما اگه بازم یک بار دیگه تصویرش ببینید، می‌بینید جلوی پای دروازه‌بان توپ خود تو زمین اگر توپ جلوی پاش نمیخواد تو زمین احتمال داشت گل نشه. این بازیکن چند ماه بعد تیم رفته به جام جهانی و خب تنها بازیکنی بوده که اسمش خط زدن. خب این معلومه که یه گیری تو کار بوده، خیلی روشنه. و شما نگاه کنید که دوستانی که در اون تیم بودند چه منافعی رو بردند که حقشون هم بوده احتمالا، و تهامی چی گیرش آمده. خبرنگار میگه که آقای دایی این ولی منسجم ترین تیم تاریخ فوتبال ایران بوده. آقای دایی میگن مطمئنن همین گونه بوده است. جر و بحث من با خداداد یک بحث درون خانوادگی بود. کاری هم به صحبتهای تهامی ندارم. اگر برای خوشحال کردن یک ملت از خودمان بگذریم مهم است. تیم ملی آن سال خیلی چیزها را ثابت کرد. ما بدون چشم داشت به پاداش‌های میلیونی بازی می‌کردیم و پیراهن تیم ملی را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنیم. اتفاقا حرف تهامی هم همینه. تهامی هم میگه چرا پیراهن تیم ملی من رو به من ندادید؟ پیراهن تیم ملی رو معلومه هیچکی با هیچ چیز عوض نمی‌کنه در یک شرایط البته درست. خب تمامی هم میگه آقا منم حقم بود که پیرهن تیم ملی بپوشم، چرا ما فقط حق رو از خودمون میبینی؟ بعد این ایرادات رو به خیلی کسای دیگه این همه تو این تلویزیون مصاحبه های مختلف نشون میده. چطوره که فقط ما اسممون اگه یه جا بیارن میایم وسط؟ این همون کلیشه ای بودنه، این همون مصاحبه های نچندان مساعد است. و این به نظر من این کلیشه ای بودن، این اینجوری صحبت کردن فقط یکی نتیجه میده. ببینید امروز اگر موضوع 20 سال پیش 15 سال پیش البته میاد مطرح میشه، به این جهت هست که نوجوان ببینه ما در مقابل حق میستیم، نه اینکه بگه من کاری ندارم. بالاخره تاریخ رو آدم ها میخونن. این تهامی یعنی به اندازه هیچ کدوم از این آدم هایی که توی این بازی بودن به درد بخور نبود که بره به صلاح جام جهانی. حالا نرفت باش، اونم هیچ، حالا حرفم نزنه، اصلا اظهار نظرم نکنه، آخه این که درست که نیست که. قبل بازی تو سر میز شام اتفاق رخ داده بود؟ نه اتفاق به صورت رخ نداده. یه صحبت به صلاح درگیر لفظی بین آقای دایی و خداداد عزیزی پیش اومد که سر چیز سر مسائل فوتبال. من چون مثلا میز به این شکل چیده بودم، من سر این میز بودم، سر این نبشش بودم، اونا سر اون نبشش بودم. تهامی یه صحبت جالب دیگه هم میکنه، اونطوری که برای من گفت، به من گفتن من و مرداد میناون توی یه جایی قرار گرفتیم که نباید قرار میگرفتیم، یه جایی رفتیم دست که نباید میرفتیم. مرداد، حالا اینطوری که به من گفتم، مردادم داخل تون هم دمه در بودی. گفتم اگر من دمه در بودم، مرداد داخل بوده، یا اصلا منم داخل بودم، درسته؟ یعنی دیگه از این فکر کنم واضح تر دیگه نباشه. اگر من با مردادم اونجا بودم، پس چطور من نرفتم ولی مرداد بردم؟ میگه من و مرداد میناوند رفته بودیم یه جای که نباید میرفتیم، احتمالا از مراکز به هر حال چی بوده. میگه من تازه دم در بودم. دوستان دیگه یه جوری حرف زدن که انگار اصلا نمیدونن این مراکز کجا هست. هتلی که تیم ایران در ملبورن بود هتلی بود، در اتاقاش هم خیلی شلوغ بود، اما حالا که این بنده خدا اومده دلیل فقط بگه به این علت منو گذاشتن کنار. اصلا آقا یه جوونی که میره بازیشم کرده دیگه به تو چه مربوطه که کجا میره یا تو هتلش چه کار میکنه که به این خاطر او رو از جام جهانی. آقای دایی باور کن هر جا زور باشه فساد و پشت هم حرف زدن و اینجور چیزا زیاده. شما فکر کردین استادیوم ها مثلا چرا توش انقدر
فحاشی میشه. اینا بغضای فرو رفته این مردمی است که به هیچ کی جرأت ندارن چیزی بگن. حالا یه داور بنده خدای یه آفساید رو نمیگیره، این فوشه مال اون داوره نیست در واقع. آخه ما تو خودمون که همش نمیتونیم بلولیم و بگیم نمیدونم این درون خانواده ای اینا. این روش، این برخورد باعث میشود که همین تیم، همین دوستانی که به جام جهانی رفتن در یکی از کمپ های تیم ملی جمع میشن دور هم شب، همونایی که شما سفارش کردی به خاطر خانم آقای باقری و خانم سرمربی تیم ساکت تر بخندن، وقتی که با هم هستن متاسفم اینو بگم کاری رو میکنند، چون اینا همش منبعث از اون زوره، اون فشاره، اون بی اخلاقی تو جامعه است و این بچه‌ها شاید به نوعی تقصیری ندارن، برای اینکه دیدن پشت صحنه چی جوریه. حتی انقدر این کارو بد نمیدونن که جلوی دوربین این حرفا رو میزنن. در تاریخ شاید بی سابقه است که بازیکنان یه تیمی بشینن دور هم دیگه، یه دوربین هم روشن باشه، فیلم برداری کنه و مربی تیمشون رو، اونم مربی جام جهانی رو، مسخره کنن، بخندن. و گفتم انقدر متاسفانه این دوستان با حرکاتشون این اعمال رو عادی کردن که شاید این بازیکن واقعا فکر میکنه که کار بدی نمیکنه، داره تفریح حلالی رو انجام میده. از این سوال کنید از جناب آقای طالب مجلل سوال. آقای طالب این جریان تاخیر قابل مقاله علی از خدا بگی که سوال میکنه بعد برو. آقای طالب شما این جریان تاخیر اپ ما واسه بچه‌تون زیر بچه ها امروز اپی ما تاخیر نداره، تاخیر 5 دقیقه 350 باید خودمون رو آماده کنیم، میخواییم بریم برای بازی با تیم یوگسلاواسی. امروز تمرین چجوری گلرهای نما چجوری که امروز تمرین بچه ها چیزی نیست، نراحت نکنید خودتون، نمیخوایم زیر خستی بیدیم،
بذارید بود. من اولا جا داره از آقای جلال طالبی عذرخواهی کنم. جلال هم بازیش از همه این بازیکنایی که دیدیم بهتر بود. گلزن، هافبک خلاق از همه اینا محبوب‌تر بود. اون موقع تیم تاج زیاد مطرح نبود. شاهین و دارایی بودن که خیلی مطرح بودن. یعنی به قول امروزی ها داربی پایتخت مال شاهین و دارایی بود. پرسپولیس هم نبود اون موقع. و از نظر محبوبیت واقعا جزو 7-8 اول فوتبال ایران بود. تکنیکش هم که حرف نداشت. منتها خیلی زود آسیب دید جلال و دوران خوب بودنش و در سطح عالی بازی کردنش متاسفانه کوتاه بود. بعدم رفت و امریکا و تحصیلاتی کرد و زبانی یاد گرفت که به تکل، به همون لغت درستش که تکل هست، که آقای برومند اداشو در میاره. بقیه هم خب میخندند. وقتی داخل خانواده اینجوری میشه، اونم تیمی که به حق تیم بسیار خوبی بود، منسجم بود به گفته علی آقای دایی ما، و به خاطر پیراهن ملیش همه کار میکرد. یعنی هیچ چیزی جلودارش نبود، هیچ پولی چیزی براش مطرح نبود جز اینکه پیراهن ملی رو بپوشه، همون چیزی که تهامی بند خدا میخواد و خیلی راحت کنار گذاشته شده و پسر خوبا ادامه دادن. من هم بازی خداداد رو خیلی دوست دارم، خودش میدونه که چقدر دوست دارم، هم بازی کریم باقری رو، او هم خودش میداند، هم مهدوی کیا رو، با او زیاد هشت و نشری نداشتم، همین از دور شاهد بازیاش بودم، اون رو هم بازیش بعد از باقری و عزیزی البته بازیش خوب بود، اونها رو هم دوست دارم. اما علی جان، وقتی این مسائل رو کردیم، خوشحالم که تو نبودی تو این اتاق، وقتی که این مسائل رو هی دارون خانواده درون خانواده کردی، بعدم اومدی و یه همچی داستانی رو گذاشتی و جلوی دوربینم نترسیدی و فکر کردی که کار درستی داری انجام میدی، او وقت وقتی که از خانواده هم میای بیرون، او وقت میخوای یه بازیکن برای مربیش که اینجوری مورد تمسخر قرارش میدن تره خورد کنه، تکه ای از بازی ایران و آمریکا و زمان تعویض خداداد عزیزی رو با هم تماشا بکنی. در حالی که بازی کم کم به خشونت کشیده می شود و به دقایق حساس خود می رسد، در حول حوش نیمکت ذخیره‌های ایران عزیزی با مربی تیم صحبت می کند. مربی قصد دارد او را با منصوریان تعویض کند. از این فاصله دور می توان نارضایتی عزیزی را فهمید. ابتدا می خواهد مستقیماً به لباسکنی برود، بعد پشیمان می شود، در راه نیمکت به طالبی مطالبی می گوید و بعد پیراهن شماره 11 را و بعد کفش های طلایی را و بعد بطری آب را به زمین می کوبد. تنها توجیه این کار توجیه نشدنی